خدایا شروع سخن نام توست، خدایا شروع سخن نام توست، وجودم به هر لحظه آرام توست. دل از نام و یادت بگیرد قرار، خوشم چون که باشی مرا در کنار. حضور تو را در دلم دیدم، مداوم تو را هم پرستیدم. ولی از صفاتت چه گویم سخن، ولی از صفاتت چه گویم سخن، که بیشک نگنجی به افکار من. با سلام و درود به یکایک که بینندگان عزیز، دوستداران شبکه جهانی وصال حق، همراهان همیشگی، باز هم با برنامه منهاج السنه در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که در جواب کتاب منهاج الکرامه علامه حلی تدارک دیده شده تا به ادعاهای پوچی که از طرف آقای حلی در کتابش نگاشته شده به آن پاسخی داده بشه، اگرچه قابل پاسخ نیست ولی باز هم پاسخی داده بشه که نگن آقای حلی چنین مطالبی را از کتب اهل سنت یا از عقل و نقل آورد و کسی به آنها پاسخ نداد. در این قسمت از برنامه هم به یک دیگر از ادعاهای آقای حلی میپردازیم که هفته گذشته یا قسمت گذشته آقای حلی گفته بود که اهل سنت تعصب بیجا دارند و یکی از تعصبات بیجای اهل سنت را به زعم خودش ذکر و نام خلفای راشدین در خطبه جمعه آورده بود. و در این قسمت برنامه هم باز هم به ادعاهای پوچ آقای حلی خواهیم پرداخت. ابتدا سخن را با جناب استاد کارشناس برنامه شروع میکنم. سلام و وقت بخیر جناب استاد از طرف خودم و همه بینندگان عزیز. منم خدمت شما و همچنین بینندگان عزیز و ارجمندی که پای این برنامه نشستند و سخنان ما را میشنوند عرض ادب و سلام دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام جناب استاد. باز هم آقای حلی یکی از بحث‌های دیگه که در کتابش مطرح کرده، بحث مسح یا غسل در غسل پا در وضو است، که آیا شریعت برای اینکه وضو صحیح بشه مسح رو تدارک دیده یا غسل رو، یعنی شستن رو. و آقای حلی به زعم خودش همونطور که ادعاهای پوچی کرد و به اهل سنت گفت تعصب بیجا دارن، اینجا هم میخواهد اینو بگه که اهل سنت قرآن کریم از طرف خداوند نازل شده که پاهاتونو مس کنید، اما اهل سنت تعصب بیجا دارن و بدعتی ایجاد کردن که باید پا را شست. لطفا اگر برای ما و بینندگان عزیز از کتاب از خود کتاب منهاج الکرامه آقای حلی این رو بیان بفرمایید و همچنین به بقیه بحث که آیا خداوند چه چیزی را برای بندگانش نازل فرموده، مس را یا غسل را، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و نصلی و نسلم علی اشرف خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. همان گونه که بینندگان عزیز و ارجمندی که قسمت های پیشین این برنامه رو دنبال کردند و از موضوع و مطالبی که در این سری برنامه ها بیان شده اطلاعات و پیش زمینه دارند، به این نقطه توجه دارند که بحث ما در این کتاب و مواردی که تاکنون بحث کردیم وجوه برتری مذهب شیعه بر مذهب اهل سنت هست از دیدگاه آقای حلی، که ادعا میکرد مذهب شیعه مذهب قوی تری هست، حق اولاتر هست و یک سری وجوهی را تا اینجا بیان کرده بود که چهار وجهش را ما پاسخ دادیم. الان در وجه پنجم هستیم. وجه پنجمش این است که ادعا میکند که اهل سنت متعصب هستند، کورکورانه برخی از موارد را بر روی به خاطر تعصب خودشون کنار زدند، حق و حقیقت را به راه دیگر رفتند و منحرف شدند، در صورتی که اهل تشیع و شیعیان و شیعیان امامی یا دوازده امامی چنین ایرادی بر آنها وارد نیست. من ابتدا خود کلام علامه حلی را در این کتاب منهاج الکرامه که ذکر کرده و این ادعا رو که بارها اینو نمایش دادیم خدمت بینندگان عزیز، اما برای این که تجدید بشود در ذهن و خاطر دوستان اینو دوباره من نمایش میدم که الوجه الخامس هست در کتاب منهاج الکرامه هست. این کتاب شرحی هست بر منهاج الکرامه، شرح منهاج الکرامه، این که متن منهاج الکرامه فی معرفت الامامه، که این در ابتدای این شرح این در واقع اصل متن کتاب رو در اینجا اضافه کرده. الوجه الخامس، وجه پنجم، صورت و دلیل پنجمی که مذهب شیعه اولاتر هست و قویتر هست و شایسته تر هست که مردم از آن پیروی بکنن چی هست؟
این است که میگوید ان الامامیت لم یذهب الى التعصب فی غیر الحق. امامی ها شیعان دوازده امامی مانند دیگران دچار تعصب نشدند که به خاطر تعصب حق را رها بکنند و به بقیه موارد بروند. در این زمینه چندین مورد را تاکنون ذکر کرده بود که ما در دو سه جلسه قبل این موارد را پاسخ دادیم و نمونه هایی از تعصب شیعه را که در حد اون بود یا فراتر از اون بود از کتاب های خود شیعه معرفی کردیم. یکی از بحث هایی که در امروز در این برنامه میخوایم بهمون بپردازیم بحث مسح کردن پا در هنگام وضو هست. آقای هلی در اینجا میگوید و کمسح الرجلین الذی نص الله نص علیه الله تعالی فی کتابه العزیز. و یک نمونه میاره و کمسح الرجلین نمونه دیگر مانند مسح کردن پاها در هنگام وضو الذی نص علیه الله تعالی فی کتاب العزیز که الله متعال در قرآن کریم صراحتا آورده که مسح بکنید. نص یعنی تصریح کرده منصوص هست مسح پا در وضو در قرآن کریم. فقال فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. آیه 6 سوره مائده از این استدلال میکند که بله الله متعال در قرآن کریم تصریح فرموده که شما باید پاها را مسح بکنید، اما اهل سنت و جماعت به جای مسح کردن به خاطر تعصبی که دارن این رها کردن و رفتن پاها را میشورن. و در ادامه این مطلب نقل قول کرده از عبدالله بن عباس که در وضو دو عضوی داریم که باید شسته بشوند و دو عضو دیگر که ممسوح هستند. درست. و میگوید فغیروه و اوجبو الغسل. آقای هلی میگوید اما اهل سنت این حکم رو تغییر دادند و به جای مسح پا قائل بین هستند که واجب هست پا را بشویید، به جای غسل، به جای مسح در واقع مسح میکنند. خب این ادعای آقای هلی هست و مانند بیشتر ادعاهایی که در هم حلی و هم دیگران در واقع در طول تاریخ داشتن. و نقطه ای که من میخوام به اون اشاره بکنم این مطلب هست که آقای حلی در مذهب شیعان امامی و دوازده امامی جایگاه خاص و ویژه خودش رو داره. هم از کتابهایش که مدون فقهشون بوده، کتابهای خیلی زیادی در زمینه فقه دارند و در زمینه حدیثی هم تقسیمات احادیث و علم در واقع شناخت حدیث در این زمینه فعالیت‌هایی رو داشته که بسیاری از علما اینو نسبت میدهند اولین کسی که حدیث رو تقسیم کرده به صحیح و ضعیف و بقیه اقسام آقای حلی بوده و بدین خاطر برخی از علمای شیعه گفتند که دین در دو مرتبه از بین رفته و نابود شده و یکیش روزی هست که آقای حلی به دنیا آمده به خاطر اینکه اومد و احادیث شیعه رو تقسیم کرد به صحیح و ضعیف و عملا روایات شیعه از کار افتادن و اون درجه و قداست خودشون از دست دادن. به هر صورت آقای حلی یکی از استوانه های معروف و شناخته شده و مورد اعتماد مذهب شیعه هست. وقتی که حتی در مذهب شیعه وقتی میاند که علامه فرمود، علامه چون اینو چنان گفت، منظورشون حلی هست در واقع. کسی که به این مقام رسیده باشه که وقتی که میگن علامه مطلقاً این بر بگرده به این شخص، یعنی مالامال از علم باشه که بهش علامه بگن، یعنی بهش این جایگاه رو دادند و همه این جایگاهش رو در واقع قبول دارند. وقتی که در مذهب شیعه گفتن علامه یعنی علامه حلی منظورشون هست. وقتی که شخصی در حد علامه حلی که علامه مطلقاً در مذهب شیعه علامه ایشون هست و ایراداتی رو که میگیره، یعنی بالاترین، دقیقترین و عمیقترین ایرادات هست. گرچه ما میبینیم که بسیاری از این ایرادات، ایرادات بنی اسرائیلی هست و قبل از این که متوجه به اهل سنت و الجماعت بشوند خود شیعه هستند که در واقع مورد سوال قرار میگیرند. و این مورد هم یکی از مواردی هست که ایشون میاد در قرآن صراحتاً آمده که مسح بکنید، اما اهل سنت به خاطر تعصبی که دارند خودشون رفتند و به جای مسح غسل و شستن پا رو مورد عمل قرار میدند و این دین رو تغییر دادند و تحریف کردند. من قبل از این که به این مطلب بپردازم میپردازیم به خود آیه‌ای که در این زمینه در قرآن کریم هست، آیه 6 سوره مائده که معروف هست به آیه وضو
که این آیه رو و این قسمتی رو که آقای هلی در این کتاب خودش آورده بود که اهل سنت و جماعت تغییر دادن، آیه رو تحریف کردن، این هم در همین آیه وضوح است. مناسب است که اول خود آیه رو یک بررسی بکنیم، بعد ببینیم روی مطالعه و ادعایی که آقای هلی کرده و ببینیم که در کتابهایش چگونه هست. آیا این شیعه هستند که دچار تعصب شدند یا اهل سنت و جماعت؟ ان شاء الله این مساله رو از نظر نقلی هم بررسی میکنیم، آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، و هم از نظر عقلی ان شاء الله در این زمینه مطالبی رو من عرض خواهم کرد. از نظر عقلی اولین دلیل مسلمانان اعم از شیعه و سنی قرآن کریم است، در این هیچ گونه بحثی وجود نداره. آقای هلی ادعا کرده بود که در قرآن کریم الله متعال تصریح کرده وقتی درست. که نص هست، یعنی نص بالاترین درجه وضوح هست، بالاترین درجه وضوح و آشکار بودن و معلوم بودن منظور و هدف از یک حدیثی باشه درست. یا آیه قرآن یا نصی باشه، یعنی میگه که نص، یعنی این منصوص از دیگه که هیچ تصریح هست که هیچ گونه شک و اشکالی در اون وجود نداره، در صورتی که در آیه قرآن چون این تصریحی ما سراغ نداریم. اگر واقعا تصریحی بود، جایی برای تأویل، جایی برای اختلاف، جایی برای دیدگاه‌های متفاوت وجود نداشت که کاملا تصریح شده. در واقع وقتی تصریح شده، یعنی هیچ گونه تمامی احتمالات رو از بین برده و فقط همین یک احتمال رو ثابت کرده. الله متعال در سوره مائده آیه 6 این آیه را می‌فرماید و این اشاره کرد: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین و ان کنتم جنبا فطهروا و ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. آیه 6 سوره مائده است. ترجمه این آیه من فکر میکنم شاید بینندگان عزیز هم آشنایی داشته باشند، از بس که این آیه مطرح شده در شبکه ها و حداقل کسی که با حتی یک کتاب فقهی هم آشنایی داشته باشد در باب وضو احتمالاً این آیه را دیده و ترجمهش رو هم در واقع میداند. الله متعال در این سوره خطاب کرده به مؤمنان: یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان دارید. یعنی این بحث و این خطابی که می شود به مؤمنان هست و این حکم مربوط به مؤمنان هست، بله کفار نیست. میگوید وقتی که شما میخواستید که بلند بشید برای نماز، تصمیم و قصد نماز خوندن را دارید، باید این کار را انجام بدید. فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، این روش وضو هست. آیه وضو در واقع در اینجا شروع میشه. کسی که بی وضو هست میخواد وضو بگیرد برای نماز طهارت را حاصل بکند، اولین کاری که عملا انجام میدهد فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، صورت هایتان را بشویید، دست هایتان را بشویید، الی المرافق، تا مرافق، تا آرنج ها. این حکمی هست که الله متعال برای شستن چهره و در واقع دسته ها داده که چهره هایتان رو بشویید و دسته هایتان رو بشویید تا مرافق بازو. در بحث فاغسلوا وجوهکم ما میبینیم که الله متعال در اینجا هیچ گونه قیدی رو شرط نکرده که صورت های خودتان را تا کجا بشویید، از کجا تا کجا بشویید، زیرا که محدوده صورت و چهره یا وجه مشخص است برای همه. هیچ کسی در این زمین اختلاف نظری را ندارد. وجه یعنی آن چیزی که در هنگام رویارویی و مواجهه همدیگر مثلا این چهره را میبینند، آن چیزی قابل مشاهده است. در این زمین اختلافی وجود نداره در میان فقها. به این خاطر اینو مشخص نکرد که تا کجا این رو بشوید. اما در مورد دست و در مورد پا میبینیم که الله متعال اینو مشخص کرده. برای دست میفرماید که فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، دستهایتان را تا آرنج ها بشوید. دستها را تا آرنج ها بشوید و بعد از آن میگد وامسحوا برؤوسکم، سرهایتان را مس بکنید، و در آخر آورده و ارجلکم الی الکعبین، و ارجلکم الی الکعبین، پاهایتان را بشوید تا کعبین. ما در اینجا دو تا عضو داریم که الله متعال اونها را ذکر کرده، یکی ایدی هست، دستها، و دیگری پاها که ارجل هست، و این هر دوتا یک عضو خیلی بلند و مفصلی هستند. یعنی دست از سر انگشتان که شروع می شود تا بن دست و تا بغل، این همش گله دست هست، دست و همچنین پا رو. تمام دست و تمام پا به اتفاق تمام مذاهب اسلامی شستنش لازم نیست در هنگام وضو،
و عملا هم این یک کار عملی هم نیست. واقعا اگر الله متعال دستور میده دستهایتان را بشویید، یعنی از سر انگشت تا شانه بشویید، این عملا کار سختی بود. یا پاها را مثلا بشویید، هر کسی 5 وقت تمام پاش را میشست، این که عملا کار سختی بود. بدین خاطر الله متعال این دوتا را مقید کرده. ایدی را بشویید، دستهایتان را بشویید تا مرافق، تا آرنجهایتان. پاها را بشویید تا کجا؟ شتالنگ تا شتالنگ یا تا همون قوزک پا، بالاتر از بند پا که کعبین هستن. در هر پا دو تا کعب داریم. این کعب به معنی برآمدگی هست، یعنی استخوان برآمدن دو طرف پا. استخوان برآمدن برآمده دو طرف پا رو میگن کعب. و به این خاطر الله متعال تا کعبین پاها رو بشورید و تا مرافق و آرنج ها دستهایتان را بشورید. پس بنابراین در اینجا یک نقطه قابل توجه هست. اول این که الله متعال وقتی که یک عضوی رو دستور داده بشویید، اینو محدودش مشخص کرده. درست. صورت رو مشخص نکرده، زیرا که نیازی به اون نیست. همه میدونه صورت از کجا تا کجا هست. اما دستها و پاها رو که ممسوح هست، مغسول هستند و باید شسته بشن، برای این حد و مرزی رو تعیین کرده. در این آیه برای مواردی که مسح بشوند حد و مرزی رو تعیین نکرده. درست. برای مواردی که مسح بشوند، به طور مثال میفرماید وامسحوا برؤوسکم، سرهایتان رو مسح بکنید. الان این یک بحث جداگانه هست که این با در اینجا با یه تبعیضی هست یا برای ملاصقه هست یا چه معنی دیگری در اینجا دارد. اما در خود متن آیه، در نص آیه نگفته سرهایتون رو تا نصف سر مثلا مسح بکنید، چون یا به اندازه یک کف دست مسح بکنید، تا پشت گردن مسح بکنید، چیزی در این زمینه وارد نشده. مطلقا گفته وامسحوا برؤوسکم. و ادامه بر این در مورد تیمم در همین آیه الله متعال میفرماید که فتیمموا صعیدا طیبا، وقتی میخواستید تیمم بکنید با خاک پاکی تیمم بکنید. فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم، فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم، سرهایتان رو مسح بکنید و ایدیتان، صورتهایتان رو مسح بکنید و دستهایتان. در ابتدای آیه توجه کردید اونجا الله متعال میفرمونه و ایدیکم الی المرافق، بحث شستن هست. دسته ها رو بشویید تا مرافق، تا آرنج ها. در بحث تیمم وقتی میگید که دست ها رو مسح بکنید، اینو اشاره نکرده که دست ها رو تا آرنج مسح بکنید. در جایی که بحث مسح هست، الله متعال برایش انتهایی رو قرار نداده، حدی رو قرار نداده. و در آیاتی و در مواردی که جای شستن هست، الله متعال مواردی رو در اینجا ذکر کرده. و یک چیزی که در اینجا یعنی قابلا یعنی ملموس است که این که الله متعال در این آیه ترتیب وضو رو بیان کرده. ترتیب وضو اون چیزی که مد نظر بوده و این تقدیم و تأخیری که در این خود این اعضا صورت گرفته، این دلیل بر تعیین به اصطلاح ترتیب هست. و این ترتیب بسیاری از مذاهب اهل سنت و علما مجتهدین معتقد هستند که فرض هست، جزء واجبات وضو هست. و همچنین در روایت شیعه هم روایت فراوانی وجود داره که اگر کسی بدون ترتیب وضو بگیره، این وضوش معتبر نیست. باید از سر نو باید وضو بگیرد، که اینو از کتاب خودشی هم من ان شاء الله نمایش خواهم داد. در اینجا الله متعال میفرماند فغسلوا وجوهکم، درست، دست صورتهایتان رو بشورید و ایدیکم الی المرافق، و دستهایتان را تا مرافق بشویید. و امسحوا برؤوسکم، بعد از این نوبت سر هست. ترتیب وضو هم شیعه و هم سنی به همین ترتیب، و امسحوا برؤوسکم، سرهایتان را مسح بکنید. و در ادامه گفته که و ارجلکم، پاهایتان را و ارجلکم الی الکعبین، پاهایتان را بشویید. در اینجا الله متعال یک عضوی را که ممسوح هست باید مسح بشه، در وسط سه مورد آورده که اونا مغسولند، باید شسته بشن. صورت باید شسته بشن، دست ها باید شسته بشن، پاها باید شسته بشن. در وسط مسح را آورده به خاطر چی؟ به خاطر بیان ترتیب وضو. اما از کجا ما میگوییم که این آیه دلالت بر شستن میکند، نه دلالت بر مسح کردن؟ تمام علمای شیعه هم اینو قبول دارن، نگن که تمام، شاید مواردی هم باشه که در واقع خلاف این باشه، استدلال دیگری داشته باشن. اهل سنت و الجماعت و این چیزی که در قرآن امروزه وجود داره با فتحه هست، ارجلکم هست، ارجلکم در اینجا در واقع با فتحه اومده و منصوب هست، و مثل ایدیکم، مثل وجوهکم، این با فتحه اومده. درست. یعنی این که این برمیگرده به فعل فغسلوا، عاملش هم فعل فغسلوا هست. درست. اغسلوا وجوه وجوهكم وايديكم
ارجو لکم، همه یک نواخته، همه با منصوب آمده. یک فعل داریم و سه تا در واقع که باشد مفعول هستند که همه برمیگردن به همین فعل اغسلو. اما در مورد رؤوس میگه که ومسهو بر رؤوسکم، با کسره میگه. هر معمولی که از نظر اعرابی با هم یکی باشند، این به یک عامل برمیگردن. این معمول ایدی، وجوه و ارجل چون که منصوب هستند به اغسلو برمیگردن، فعل غسل، اینها رو باید بشوید. و رؤوسکم که مجرور هست و در اینجا اومده به خاطر بایی که در اینجا هست، این برمیگرده به فعل ممسهم. و یک قرائت دیگه که در این آیه برخی از قاریان اینو خوندن، البته برخلاف این قرائتی هست که امروزه در قرآن وجود داره، قرائتی که امروزه ثبت شده در قرآن کریم، حتی در کتابها و مصاحفی که در ایران چاپ میشوند اگر دوستان توجه بکنن، این ارجلکم با فتحه اومده و منصوب هست. در هیچ قرآنی از قرآنشی هم اینو شما مکسور نمیتونید که پیدا بکنید، چون این چیزی وجود نداره. اگر این واقعا مکسور میبود، اگر میبود ومس و برؤوسکم و ارجلکم بود، خب ما میگفتیم که حکم ارجلکم و رؤوسکم یکی هست. درست. و این هم یک امر کاملا قابل قبولی بود و معقولی بود. اما در قرآن هایی که امروزه در اختیار ما هست، قرائت نصب رو ذکر کردند که و ارجلکم الی کعبه. پس بنابراین ظاهر قرآن، اگر بگیم نص قرآن اونگونه که آقای هلی ادعا کرده، ظاهر و نص قرآن رو اگر ما نگاه بکنیم، این دلالت بر شستن دارد، نه دلالت بر مس کردن. درست. و در صورتی که اگر این آیه مکسور می بود، ارجلکم می بود، در این صورت دلالت بر مس می کرد که اشکالی در اون صورت وجود ندارد. اما تمامی قرآن هایی که در عربستان یا پاکستان یا ایران چاپ می شوند، اینو به صورت منصوب آوردن و ارجلکم الی کعبه. و جناب استاد، شما اشاره کردین که در این آیه که بحث وضو هست، که مراحل وضو رو به ترتیب میاره، که اول و فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، شما به دو نکته اشاره کردین که من این دو نکته رو اگر به بیانگاه هم بگم، به نظر من خیلی جالب بود. یکی این که مواردی که در غسل و شستن در اونها هست حدی دارن، اما اونهایی که مسح هست حدی در اونها در آیه ذکر نشده برای اونها. یک، مثل ایدیکم الی المرافق، و چون که صورت که کل صورته و شستنش هم سخت و مشقت نیست، پس هیچ اشکال وارد نمیشه. ایدیکم مشخص، چون که ید طولانیه و حدش مشخص کرده که تا کجا، تا آرنج. و بعدش میاد که بحث پا میاد، که وقتی که غسل باشه، شستن باشه، حدی داره، اما وقتی مسح باشه مثل سر، حدی نداره. و نکته دوم بحث اعرابی و از علامت از بحث نحوی بود که شما اشاره کردین که اگر ارجل مسح می بود، پا رو مسح می کنه، باید می شد ارجلکم، و همچنین از این حدی که براش تعیین شده، حد شستن، این کعبه نباید می بود. یعنی ومسحوا برؤوسکم و ارجلکم، بدون کعبه، چون که حدی برای مسح وجود نداره. همون جا که در همین آیه در کلمات پایین تر که بحث تیمم میاد، که خدا میگه که دستهایتون رو مسح کنید، حدی براش تعیین نمیکنه. قطعا برای ممسوحاتی که در این آیه آمده، الله متعال یک حد و مرزی رو تعیین نکرده، اما برای مغسولات حد و مرزی رو تعیین کرده. و نقطه اساسی تر این بود که ارجلکم منصوب آمده در این قرآنی که مسلمانان در اختیار دارن، پس بنابراین دلالت بر شستن می کند. این ارجلکم معمول فغسلو هست، نه معمول امسحو به رؤوسکم نیست، بدین خاطر اعرابش با رؤوسکم در واقع تفاوت داره. و مطلبی که در اینجا در این آیه قابل تأمل هست، یکی این هست که در این آیه وقتی که ما نگاه میکنیم، میبینیم که برای هر انسانی این اعضای وضو رو به صورت جمع آورده. فغسلوا وجوهکم، صورت هایتان رو بشویید. درست. یا هر انسانی چند تا صورت داره؟ یک صورت. یک صورت داره. و گفته که و ایدیکم، دست هایتان را بشورید، که دو تا دست هر انسانی داره. الله متعال به صورت جمع اینو ذکر کرده، به صورت سه و بالا آورده. الی المرافق، گفته هر انسانی در هر دست فقط یک مرفق داره و مجموع میشان که دو مرافق هستن. و امسحوا برؤوسکم، و صورت سرهایتان را مس بکنید، هر انسانی یک سر داره. و ارجلکم، و پاهایتان را بشورید، به صورت جمع. تمامی این موارد را الله متعال به صورت جمع آورده، زیرا که در این موارد هیچ گونه در واقع انسان به اشتباه نمیفته،
انسان به اشتباه نمیفته، زیرا که هم وجه مشخص هست، وقتی میگن دست، دست هم مشخص هست، مرافق وقتی میگن هم مشخص هست، و امسحو برؤوسکم، یعنی این هر کسی یک سری بیشتر در واقع ندارد، و همچنین ارجل. اما وقتی که بحث ارجل را ذکر میکنه، در اونجا اسم کعبین را میاره، نمیگفت که الالکعاب مثلا وامسحو برؤوسکم و ارجلکم یا ارجلکم الالکعاب نگفته، این بحث کعبین را آورده، اشاره به این که در هر پای دو تا کعب وجود داره، در هر پا دو تا کعب وجود داره، در پا هر پای اگر یک کعبی وجود می داشت، مثل مرافق می گفت که کعوب یا کعاب رو در واقع ذکر می کرد. در اینجا اشاره به این است که در هر پای دو تا کعب وجود داره، و با توجه به این که در مغسولات الله متعال در اینجا حد و مرزی رو تعیین کرده، بس این نقطه رو ما بهش می رسیم که برخی از علمای شیعه که گفتند که کعب به معنی پشت پا هست، برآمده یک پشت پا، که در زبان عربی چنین چیزی وجود نداره. زبان عرب که اصل صاحب زبان هستن، این قسمت بالای پا رو که شیعه در واقع مس می کشن، این به عنوان کعب مشخص نیست، در هیچ فرهنگ لغتی به عنوان کعب اینو ذکر نمی کنن. و در صورت اگر کعب بود، در هر پای یک کعبی می بود، مثل مرافق الله متعال جمعش می آورد. وقتی که گفته که الالکعبین، یعنی این که در هر پا دو تا برآمدگی وجود دارد، دو تا کعب وجود دارد، در قسمت راست و چپ هر پای انسان در هر پای دو تا کعب هست، و این در واقع جای شستن است که تا اینجا باید اینو بشوره. جناب استاد به نکته جالب اشاره کردین که گفتین که خداوند متعال در هر پا دو تا کعب قرار داده، به همون خاطر کعبین آورده، و کعب هر به حساب کعبی و هر شتالن کلن در کناره پا قرار داده، نه در بالای پا، که شیعه روی پا رو مس میکنه و شیعه استدلال میکنه که ما تا کعب مس میکنه. خب سوالی الان دارم که این حالا امیدوارم که بتونن جواب بدن. خب حالا ما بالفرض محال پذیرفتیم که بالای پا همون قسمتی که اونها میگن کعبه. خدا گفته که فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق و امسحوا برؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین. دو تا اله در اینجا ذکر شده، یکی برای مرافق، یکی برای کعبین. خب چرا شیعه وقتی میخواد وضو بگیره من المرافق شروع میکنه، به صورت از اینجا آب میرزه تا به این قسمت، و وقتی که میخواد مس بکنه من الکعبین شروع نمیکنه، از بالا، از پایین شروع میکنه؟ برای این چه دلیل دارم؟ این واقعا نقطه جالب و زیبایی هست که شما به اون اشاره کردیم. درست. اولا در مورد کعبین، وقتی که پا را تا کعبین مس بکنیم، لازمش این است که دو طرف پا را مس بکنند. دقیقاً دو طرف ما را پا را، زیرا که الله متعال فرمودند تا دو کعب پا را مس بکنیم. یک کعبی در قسمت سمت راست پا هست و دیگری سمت چپ هست. به جای این که شیعه باید اینجوری مس بکنن تا بند پا مس میکنن، باید از این بغل مس میکردن تا برآمدگی پا، فکر کنم باید از اون طرف مس میکردن، یا با دو مس اینجوری مس میکردن بالا تا زمانی که به کعبه برسه، که مس بر کعبه نمیشد. درست. مس بر کعبه. امروزه شیعه تا کعبه مس نمیکنن، چون اولا امکان پذیر نیست. بلکه قسمت بالای پایشون رو مس میکنن، و این ادعا کردن که این قسمت بالا و جلوی پا رو در واقع گفتند که کعب هست، که در زبان عربی چون این چیزی وجود نداره. اما در مورد این که دو تا اله هست در اینجا، الالکعبین و الالمرافق، الالکعبین و الالمرافق، اینو هر کسی که یک اندکی زبان عربی رو بلد باشه، در میان من و اله تفاوت قائل هست. من و اله، من به معنی ابتدا هست، ابتدای قائمیت، و اله مثلا تا انتهایش میاد. مثلا این که یک فردی میگه من از تهران تا قم رفتم، الا قم مثلا، این الا را هیچ کسی ترجمه نمی کند از قم تا تهران. خب این برعکس نمیشه. این یک احتمال وجود داره. احتمال است اینه که از تهران بره به قم، چشماشو ببنده، حالا که میخوام الا را به معنی من ترجمه کنه، به این صورت میشه که از قم تا تهران دنده عقب با ماشینش بره. در این صورت میشه که بگیم که ها من شد. هر صورت این الا در زبان عربی در هیچ جا به معنی این که از باشه، به معنی از باشه، این نه در زبان عربی هست و نه در فرهنگ قرآن چنین چیزی وجود نداره. اما متاسفانه شیعه الان تفاوت قائل هستند در میان الى المرافق و الى الکعبین. درست. این من الى المرافق رو حتی در ترجمه هایی که تفسیر کردن، اینو ترجمه کردن که از آرنج ها، از آرنج. اما در اونجا که الالکعبین هست، از کعب دیگه نمیشه که چی بکنن، باید شیعه از وسط پا میگرفتند، میرفتند تا به سر انگشتان، اگر واقعا میخواستند هماهنگ عمل بکنن. درست. اونجا الالمرافق هست و اینجا الالکعبین هست، یک صورت باید عمل میکردن. و نقطه ای که در اینجا قابل تأمل هست، این مسئله که شستن دست تا آرنج هست.
تا آرنج. ما معتقد هستیم که اون چیزی که فرض هست و در وضو مهم هست شستن این قسمت دسته، از سر دست گرفته تا بالای آرنج، که آرنج هم جز مواردی هست که باید شسته بشود. این قسمت باید شسته بشود. از دیدگاه ما هیچ گونه تفاوتی ندارد یک انسانی از بالا بشوید آب بریزد به پایین بیاید، یا اینکه از وسط شروع بکند این طرف بشوید یا از وسط به این طرف، یا از بالا بگیرد به پایین بیاید. این هیچ گونه تأثیری در صحت وضو ندارد. بل اتفاق جایزه، ما در این زمینه هیچ گونه حساسیتی رو نداریم. اما متاسفانه شیعه اومدن در این زمینه حساسیت ایجاد کردن برای خودشون، در این زمینه حساسیت ایجاد کردن. حتما باید شیعه وضوش را وقتی میگیرد دسته ها را من المرافق بشوید، برخلاف قرآن. قرآن میگوید الى المرافق، دسته ها را تا مرافق بشوید. اما شیعه عمل میکنن اینگونه که برخلاف قرآن، از مرافق شروع میکنن تا اینکه بیان با سر دست و سر انگشتان. و این یک نوع در واقع چالش بزرگی هست برای شیعه و عملا اعتقاد به تحریف قرآن هست. درست، عملا اعتقاد به تحریف قرآن هست. من عرض کردم که این از دیدگاه ما چندان اهمیتی نداره، یعنی هیچ خللی در وضو وارد نمیشه. تعصب هم روی این نداریم. ما توصیه نمی کنیم که حتما اهل سنت باید از این طرف بشویند و برخلافش یک از این طرف میشوند. آزاده، هر کسی به خاطر امکاناتی که داره به چه صورت هست. اگر زیر مثلا شیر آب رفته وضو بگیره هیچ اشکال نداره، دستش زیر آب بگیره و به این صورت بشوی. از سر جوی آب نشسته اشکال نداره، آب برداره و به این صورت دستش رو در واقع بشوی. هیچ گونه اشکالی در وضو از دیدگاه ما به وجود نمیاد. اما شیعه اومدن اینو جزء شعار خودشون قرار دادن، جز علائم شیعه بودن قرار دادن. حتی اگر شیعه ای رو ببینند که از این طرف وضو میگیرند، این برایشون جای سوال هست. و عرض کردم که این عملا اعتقاد به تحریف قرآن هست. درست، من نمیگویم که شیعیانی که این گونه وضو میگیرند معتقد به تحریف قرآن هستند، و علتش هم این است که چون که عوام شیعه اطلاع و آگاهی ندارند از اون چیزی که در کتابهایشون ذکر شده. اما عملا این یک نوع همسویی هست و پذیرفتنی هست که عملا اومدن تحریف قرآن رو پذیرفتن. در این زمینه یک روایتی رو آوردند که این آیه قرآن رو تحریف کردند. آقای کلینی در کتاب خودش الکافی یک روایتی رو آورده که در این روایت مدعی شده که این آیه اون گونه که امروزه در قرآن ها وجود داره این گونه نیست، بلکه برعکس این در واقع آیه بوده. و اگر دوستان اینو نمایش بدن که در این در فروع کافی که بارها اینو ما نشان دادیم، فروع کافی و موسوعة الکتب العربیه که چهار کتاب را یک جا چاپ کردن، محمد ابن یعقوب کلینی جلد سوم تا پنجم که از بخش فروع شروع میشه، جلد اول و جلد دومش که بحث در واقع اصول هست و از این به بعد بحث فروع هست. در باب فروع و در این مسائلی که در بخش فروع ذکر کرده در این کتاب جلد صفحه 19 هم هست، صفحه 19 این کتابی که من در اختیار دارم، بابی رو در اینجا آورده به عنوان باب و حد الوجه الذي يغسل والذراعين وكيف يغسل. این باب درباره مرز صورت، صورت باره از کجا تا کجا شسته بشود، ذراعین رو با تا کجا بشویند دسته ها را، و کیف یغسل و چگونه باید شسته بشود. در اینجا این روایتی هست که 133 روایت مسلسل که از کل کتاب از اصول فروع، ببخشید از این کتاب فروع اینجا شماره گذاری کرده، شماره 133 هست. در اینجا محمد ابن حسن و دیگران روایت کردن، از سهل ابن زیاد، از علی ابن حکم. این علی ابن حکم همون فردی هست که روایت 17000 آیه رو روایت کرده، که آقای مجلسی هم گفته صحیح. که این روایت صحیح هست. این همون فردی هست که او گفته قرآن 17000 آیه بوده. اینو روایت کردن از هیثم ابن عروه التمیمی قال سألت ابا عبدالله، من از ابو عبدالله سوال کردن امام جعفر صادق، عن قول الله عز و جل، در مورد این آیه من پرسیدم از امام که فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، مائده آیه 6، فقلت هكذا ومسحت من ظهر كفي إلى المرفق. من سوال کردم که این مسح کردن به چه صورت هست. من مسح کردم من ظهر کفی، از پشت دست خودم اینو مسح کردم تا اینکه بیام به آرنج رسیدم. من گفتم این آیه اینجوری میگه که فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، تا مرافق، معنیش اینه که از بالا شما شروع بکنید تا اینکه میرسید به مرفق و آرنج. من گفتم این آیه اینجوری هست، فقال لیس هکذا تنزیلها، این آیه اینجوری نازل نشده، اینو عوض کردن. یعنی نزولش که جبرئیل بر پیامبر صلی الله علیه و آله این گونه نبوده. بله، نگفتن در اینجا، نگفته که این آیه تفسیرش این نیست، تحویلش این نیست، تنزیل گفته. تنزیل یعنی آیه این گونه نازل نشده.
این آیه این گونه نازل نشده. این نماهیه در قرآن این بوده، اون چیزی که جبریل نازل کرده، فغسلوا وجوهکم و ایدیکم من المرافق. در قرآنی که شیعه و سنی قبول دارند این الال مرافق اومده، اما در کتاب کافی و روایتی که از امام جعفر ذکر کردن گفتند که نه، قرآن اصلی من المرافق بوده. پس بنابراین شیعه ها رو ما میبینیم که این دسته هایشون رو از آرنج به بعد میشورند، یعنی از آرنج شروع میکنند تا اینکه میرسند به سر دست میرسند. پس بنابراین من کاری ندارم که عموم شیعه معتقد به تحریف قرآن نیستند، و اینم باور من هست، عموم شیعه رو من معذور میدونم، زیرا که تاکنون کتاب شاید اطلاعی نداشتند، معلومات و سواد دینی ندارند و معذور هستند. هر اعتمادی دارند بر یک عالم شیعه، گفتن این کار رو شما بکنید، این گونه وضو بگیرید، اونم عملا انجام میدن. نمیدانند که این روشی که علمای شیعه و مراجع شیعه بهشون نشان دادن، این برگرفته از قرآن تحریف شده هست. جناب استاد، کلن این کلن با قرآن متضاده. قرآن میگه من، ببخشید، قرآن میگه الال مرافق. من آقای کلینی و بقیه که این روایتی که شما نشون دادین در کتاب‌های دیگه هم اومده، ببخشین الان من کتاب‌هایی که اسکن شده پیش من، تفسیر برهان هست، تفسیر نورالثقلین هست، تهذیب الاحکام از کتب اربعه، و آقای کلینی فروع کافی، اینو آوردن. دقیقا اینا با هم متضاده، این آیه قرآن و این حدیثی که به امام جعفر صادق نسبت میدن. من همین رو می‌خواستم عرض بکنم که امروزه شیعه دو گزینه بیشتر ندارن، درست؟ یا اینکه به قرآن مسلمانان عمل بکنند و در قرآن اومده الال مرافق، دستهاشون رو تا مرافق بشورن، یا اینکه به تو قرآن تحریف شده عمل بکنند. قرآن تحریف شده ای که در آقای کلینی آورده در کتاب خودش، این به این معنی هست که شما دسته ها را من المرافق بشوید، الال مرافق نیست و من المرافق هست، و این در واقع یک چالشی هست برای شیعه. من نمیدونم چرا علمای شیعه از این یک فکری رو نمی کنند، برای یا برای قرآن یک فکری رو بکنند، یا برای کتاب اصول کافی و فروع کافی یک فکری رو بکنند. اگر واقعا معتقد هستند که این روایاتی که در اصول و فروع کافی وجود داره، من جمله این روایت و صدها روایت دیگر اگر معتقد هستند که این روایات اشتباهند، خب بیان کتاب اصول رو، کتاب کلینی رو تصحیح بکنند، کتاب کافی رو بیان تصحیح بکنن. درست. اگر واقعا معتقد هستند که نه این روایات صحیح، خب قرآن رو تصحیح بکنن. چرا قرآنی رو که برخلاف نظر ائمه هست، چرا این قرآن رو در اینا پخش میشه؟ بقیه موارد تقیه همه رو کنار گذاشتند، هر روایتی که اومده در کتابهایی که در کتب عربیشون که خلاف مذهب، خلاف دیدگاه علمای شیعه هست، میگن این به خاطر تقیه بوده. اما قرآنی رو که امروز برخلاف روایات ائمه هست و قطعا به خاطر تقیه بوده، همینو به خاطر تقیه قبول میکنن. در تمامی موارد اومدن تقیه رو کنار زدن که ما تقیه نمیکنیم، حتی لعن صراحت میکنن در شبکه هاشون به ائمه و بزرگان اهل سنت و الجماعت، اما این مورد رو بازم دارن تقیه میکنن. یکی از این دو مورد رو باید انجام بدن، یا قرآن رو تصحیح بکنن، اصلاح بکنن غلط هایی که وجود داره بنابر روایت خودشون، این غلط ها رو در چاپهای بعدی که در ایران میکنن اینا رو اصلاح بکنن، یا اینکه بیان کتاب های خودشون اصلاح بکنن. روایاتی که اومده قرآن این گونه نیست، این که روایت رو در واقع از قرآن بردارن. احتمالاً امام زمان این کار رو نمیتونن انجام بدن، زیرا که یک طیف گسترده از علمای شیعه معتقد هستند به تواتر، متواتر بودن تحریف قرآن، نه اینکه یک آیه دو آیه وجود داره. البته جناب استاد، تمام علما هزاران آیه وجود داره برای اثبات تحریف قرآن، و علمای بزرگی مانند مفید، مانند جزائری، مانند مجلسی، مانند ابوالحسن عاملی، آقای کلینی خودش و خود نه بس من روی تواتر هست، و مانند نوری توسی، حر عاملی، اینها ادعا کردند که روایات تحریف قرآن متواتر یا مستفیض هست، یعنی خیلی زیاده که نمیشه این روایت را در واقع رد کرد. و جالب اینجاست، حتی ابوالحسن عاملی در کتاب خودش مرآت الانوار این مطلب را آورده که این جزء ضروریات مذهب هست، قائل بودن به تحریف قرآن جزء ضروریات مذهب هست، و ما معتقد هستیم که در رابطه با 17000 این نکته خیلی جالب گفته، ولی اونم همین بحث تواتر رو در اونجا ذکر کرده، که این روایات تحریف قرآن کاملا متواتر است. پس بنابراین
یا باید این کتاب ها را قبول بکنند یا اینکه این قرآن مسلمان ها را که عملا شیعیان عوام اینو قبول دارند. من در این حرفی رو ندارم، اما علمایشون بیان یه فکری به حال این قرآن بکنم. و جالب اینجا است که همین کتاب اصول و فروع کافی امروز تا امروز ترجمه شده، در اختیار عموم شیعیان قرار دادن. انسان هایی از شیعه که اطلاعات دینی ندارند، سواد دینی ندارند، این کتاب رو به خاطر ایمانی که به این کتاب دارند، اعتمادی که دارند، قداستی رو که برایش قائل هستند، این کتاب رو میخوانند میخوانند و صدها روایت من جمله از این قبیل روایات رو در این کتاب میبینند که قرآن تحریف شده است. خب این شیعه بیچاره قرآن رو باز میکنه، میبینه که در اونجا نوشته الی المرافق، اصول کافی رو باز میکنه میبیند که الی المرافق نوشته، من المرافق نوشته. کدوم یکی رو باید قبول بکند؟ عملا شیعه ها رو در یک تنگنایی قرار دادن. و شیعه باید، علمای شیعه، وقتی من میگم شیعه یعنی علمای شیعه، باید یک کاری بکنند، یا قرآن رو اصلاح بکنند و این تحریفاتی که در قرآن ایجاد شده اصلاح بکنند و تصحیح بکنند، یا اینکه اصول کافی و کتاب های دیگر رو شونو باید اصلاح بکنند. جناب استاد شما اشاره کردید که شیعه اعتقاد داره عملا، ببخشید، عملا به تحریف قرآن قائله در این مسح، ببخشید، من المرافق یا مسح پا. در صورتی که اگر نگاه کنیم، حالا ما عوام شیعه رو بذاریم کنار، علما و روحانیت شیعه رو بیاریم وسط، دقیقاً جناب استاد هم عملا و هم اعتقادن به تعریف قرآن قائلن. در همین آیات دیگر یا بحث های دیگر بذاریم کنار. بله، علمای شیعه ای که این کتاب رو میخونند، اصول و فروع کافی رو خوندند و قطعا این روایت تحریفه رو دیدند، مطالعه میکنند، قطعا اینو دیدند، اینو میدونند. وقتی که میدونند یا به آن معتقد هستند یا معتقد نیستند، از ظهر خالی نیست. درست. اگر معتقد به تحریف قرآن هستند، خب اینو برای مردم چرا بیان نمی کنند؟ بیان عملا به مردم بگن که ای مردم، ای شیعیان، این قرآنی که امروز هست این قرآن من و شما نیست، این قرآن سنی هاست. اگر واقعا معتقد هستند، اگر معتقد نیستند، خب این فکری به خال این کتاب ها بکنند. چگونه آقای کلینی معتقد به تحریف قرآن هست، آقای حر عاملی معتقد به تحریف قرآن هست، آقای مفیدشون و بقیه تمام علمای بزرگشون معتقد به تحریف قرآن هستند، چگونه با این که اینها اصل دین را، قرآن را قبول ندارند، نه تنها اینکه مسلمان هستند بلکه جز مراجع بزرگشون هم هستند، کتابشون هم مقدس‌ترین کتاب شیعه امروز قرار دادن. این یک نوع تناقضی هست که با هیچ گونه عقل سلیمی در واقع سازگار نیست و در این زمینه باید یک فکری رو علمای شیعه، جناب استاد، حقیقت علمای فعلی شیعه به تعریف قرآن قائلن و قرآن را قبول ندارن، باید به حساب منتظر امام زمان طبق اون احادیثی که به امام جعفر صادق رضی الله عنه نسبت میدن، باید ببینن تا امام زمانشون از کدوم سوراخ در بیاد و که به حساب قول معروف حکم کنه به قرآن جدید. من یک مطلب دیگر که اضافه بر این مسائل استدلال ها هست، در باره خود آیه وضو یک نکات در واقع است، برمیگرده به خود نوع بلاغتی که در این آیه الله متعال بیان کرده. در این آیه وضو، آیه 6 سوره مائده، در واقع الله متعال 9 جفت و 9 اصل دوگانه رو بیان کرده. 9 اصلند که دوگانه و در مقابل یکدیگر در واقع در کنار هم دیگر بیان شدند. در این آیه الله متعال 2 تا طهارت رو بیان کرده، دو نوع طهارت را، که یکی در واقع طهارت با آب و طهارت با خاک هست، که این یک طهارتش وضو هست و دیگری غسل هست. وضو یک نوع طهارت هست و وضوی دیگری که و غسل نوع دیگری از طهارت هست. یعنی دو تا طهارت را الله متعال در اینجا ذکر کرده و دو پاک کننده را هم ذکر کرده، دو پاک کننده که موجب طهارت می شوند، یکی آب هست و دیگری خاک. و دو حکم رو در اینجا الله متعال در این آیه برای ما بیان کرده، یکی شستن هست، شستن صورت و دست و پا، و مس کردن هست که مسح سر هست. دو بس، بنابراین دو حکم هستند و همچنین دو موجب برای طهارت، یعنی دو چیزی که موجب میگردند که شما باید طهارت رو انجام بدید و طهارت را واجب میکنند، و که یکی حدث هست، یعنی بی وضوئی اصغر هست، یا همون جنابت هست. دو مورد رو که در اینجا ذکر کرده و دو امر رو ذکر کرده که مبیح برای تیمم هستند. در دو صورت تیمم جایز هست، یکی در حالت بیماری و یکی در حالت سفر، و ان کنتم مرضى او علی سفر. و دو کنایه جالب در اینجا داره، و دو کنایه هستند، او جا احد منکم من الغائط،
از اجابت مزاج رو در واقع بقاعد تعبیر کرده، او لامستم النساء که کنایه از همبستری هست، اینو با کنایه بیان کرده. دو مسح رو در اینجا ذکر کرده، یکی مسح با آب هست که مسح سر هست و دیگری مسح در تیمم هست که مسح با خاک هست. و دو نوع تطهیر رو در این آیه بیان کرده، لیوتحرکم که یک تطهیری با آب هست و یک تطهیری تطهیر قلبی هست که لیوتحرکم هست. و دو کرامت و دو جایزه و نعمت رو الله متعال در آخر این آیه برای ما ذکر کرده، یکی همین تطهیر هست ولیکن یورید لیوتحرکم، و دیگر این است ولیتم نعمته که نعمت خودش رو بر شما کامل بکنه. نکاتی هست که مختصرا درباره این آیه من خدمت بینندگان عزیز عرض کردم. شما به کلمه لیوتحرکم اشاره کردید، من یاد آیه تطهیر افتادم که میگن کسی که خدا در اونجا لیوتحرکم آوردی یعنی معصوم هستن، پس خوشا به حال شیعیان، چون گرسان این اعتقاد ندارن که وقتی وضو میگیرن دیگه لیوتحرکم میشن، معصوم میشن مثل ائمهشون. خب با هم یک میان برنامه ببینیم، باز هم در خدمت شما خواهیم بود با این بحث و همچنین تماس های گرم و صدای گرم بینندگان عزیز. یک میان برنامه بعد با هم خواهیم. مجلسی ملای بی‌نظیر شیعه. من عقیده‌ام که گاهی از من سوال میشه، تمام مؤلفات مرحوم مجلسی، از اون رساله‌های مختصر مرحوم علامه مجلسی تا اون کتاب‌های مفصل که برسیم به بهار، هر چه مرحوم علامه مجلسی قلم زده بلا استثناء پرفایده است. بلا استثناء، برای عوام فایده داره، برای فقیه فایده داره، برای محدث فایده داره، عالم و جاهل از تعریفات مرحوم مجلسی بهره میبرن. و اینی که خیلی مهمه، شخصیت مرحوم مجلسی این است که نه قبل از مجلسی کسی مثل مجلسی بوده و نه بعد از علامه مجلسی تا زمان ناهازا تا به حال پیدا نشده عالمی به این وسعت نظر. و متاسفانه آقای تهرانی، مجلسی در تألیفاتش بیشتر در صدد جمع روایات و اخبار دروغینی بوده که عقیده باطل او را تأیید می کند. مخصوصاً در کتاب بهار الانوار مطالبی نوشته که انتشار آنها در میان توده مردم فرهنگ عامه را آلوده ساخته و آنان را به خرافات و اساطیر و عقاید غلو آمیز پایبند کرده است. سید محسن امین آملی در کتاب اعیان و شیعه درباره مؤلفات مجلسی نوشته است: مخفی نماند که آنچه مجلسی تألیف نموده به پاک سازی و ترتیب نیازمند است، چرا که درست و نادرست را در بر دارد و بسیاری از توضیحات و تفسیرهایش درباره احادیث و جز اینها از روی شتاب صورت گرفته و موجب کمی فائده و افتادن در اشتباه شده است. به بعضی از خرافات آخوند مجلسی نگاه می کنید. مجلسی از ابو عبدالله روایت دارد که فرمود: براستی که الله متعال آن خاک را وسیله شفا برای شیعیان و دوستان ما قرار داده است. همچنان مجلسی روایت می کند که علی سوار بر ابر می شد و پرواز می کرد. باز هم مجلسی می نگارد: شیخ طوسی و نعمانی از حضرت رضا علیه السلام روایت کرده است که از علامات ظهور حضرت قائم آن است که بدن برهنه‌ای در پیش قرص آفتاب ظاهر خواهد شد و منادی ندا خواهد کرد که این امیرالمؤمنین است، برگشته است که ظالمان را هلاک کند. و جناب مجلسی به دروغ از جعفر صادق رحمه الله نقل می کند که فرمود: از جانوران وارد بهشت نمی شود مگر سه حیوان، الاغ بلعم باورا و گرگ یوسف و سگ اصحاب کهف. عالمی با این وسعت نظر وقتی این روایت را جعل می کرد، آیا نمی دانست که یوسف علیه السلام هرگز گرگی را ندیده بود؟ و نه گرگی قرار بود که یوسف علیه السلام را بخورد و اصلا گرگی یوسف را نخورده است. پس گرگی که وجود خارجی نداشته چطور وارد بهش می شود؟
و از جمله شاهکارهای جناب مجلسی اعتقاد وی به تحریف قرآن کریم می باشد. نظر آقای مجلسی این است که روایات درباره تحریف متواتر می باشد و هیچ راهی برای انکارش نیست و روایات تحریف قرآن کریم مانند روایات امامت متواتر می باشد. مجلسی در کتابش مرآت العقول من شرح اخبار آل رسول جلد 12 صفحه 525 در شرح حدیث هشام بن سالم از ابی عبدالله که همانا قرآنی که جبرئیل برای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم آورده 17,000 آیه بود و این روایت در اصول کافی هم ذکر شده است. درباره این روایت مجلسی میگوید این روایت موثق است. با سلام و مجدد به همه بینندگان عزیز، بینندگان برنامه منهاج و سنت. خب جناب استاد، آقای هلی در ابتدای برنامه اشاره کردیم که گفت اهل سنت تعصب بیجا دارن و به تعبیر آقای هلی به بدعت‌های دست زدن که در سنت و قرآن نیست، که بحث امروز ما در رابطه با مسح پا بود در وضوء که با پا باید مسح بشه. به نکاتی هم که لازم بود از دید عقل بررسی شد، از دید به حساب بحث نحوی اونها بررسی شد که شستن در وضوء است نه در نه مسح، اونجا چنانکه شیعه اعتقاد داره. این سوال هم اینه که آیا در کتب شیعه یک روایت دو روایت کمتر بیشتر، آیا در کتب شیعه روایتی وجود دارد که دلالت بر شستن پا کند یا خیر؟ اگر داشته چرا آقای هلی اونو پشت سر انداخته و اگر نداشته که بازم حق با ایشون بوده؟ بفرمایید جناب استاد. در مورد بحث مسح بر پا یا شستن پا در کتاب‌های شیعه و از نظر روایی و نقلی روایت متعددی وجود داره در کتب شیعه و هم در کتاب‌های اصول شیعه، یعنی اصول چهارگانهشون، و هم در کتاب‌های دیگرشون مطالب زیادی و روایات زیادی وجود داره مبنی بر این که ائمه پاها رو می‌شستند، نه این که پاها رو در واقع مسح کرده باشند. و این دو نوع روایات در کتاب‌های شیعه وجود دارند. وقتی که من عرض می‌کنم که روایات دارند که پا رو می‌شستند، بدین معنی نیست که روایات مسح وجود نداره. روایت مسح هم وجود داره، فراوان هست، و همچنین روایات شستن پا هم زیاد هست و چندین روایت در این زمینه هست. منتها بحثی که ما در اینجا داریم بحث روی این الزام تعصبی هست که در اینجا آقای هلی به اهل سنت زده. درست. که اهل سنت و جماعت به خاطر تعصب خودشون قرآن رو رها کرده. ما دیدیم در قرآن هیچ گونه تصریحی برای مسح کردن پا نبود. و در مورد روایات، روایات متعددی از تعدادی از ائمه شیعه، از امام جعفر، از علی رضی الله تعالی عنه، از موسی کاظم و بسیاری دیگر از علمایشون، این از ائمهشون این روایت شده شستن پا در هنگام وضوء. اما شیعه اومدن به خاطر تعصبی که دارند اینها را با تیغ تغییر رد کردند، نه اینکه این روایت ضعیف هست، این روایت جعلی هست، این روایت رو ما قبول نداریم که زیرا که سند درستی ندارد. خب یک چیز عقلانی هست. وقتی که یک مطلبی، یک خبری به ما میرسه، یک روایتی به ما میرسد، ما بررسی سندی میکنیم، قطع نظر که در مورد این شستن پا باشه، در مورد مسح پا باشه. درست. با همین اصول حدیثیشون باید میومدن این روایت رو بررسی میکردن. هر روایتی که ضعیف هست، موضوع جعلی و ساختگی هست، اینو باید کنار میزدن. درست. اهم از این که روایت مسح
باشه یا روایات شروستن و غسل باشه. اما این روش رو در اینجا به کار نبردن، فقط میگند که این خلاف مذهب هست، پس بنابراین چون که خلاف مذهب ما هست تقیه بوده، امام تقیه کرده. جناب استاد، من یک سال از آقای هلی دارم، از اونایی که بر این نظری هستن که شما گفتین در کتب شیعه روایات شستن وجود داره، اما اونها رو بررسی سندی نمی کنن چون که رواتش مشکل ندارن، میگن تقیه است. خب از کجا معلوم که روایات مسح تقیه نباشه؟ حالا ما بذاره که اونها چه دروغ هست چه نذاره کنن، یک احتمال خیلی قوی در این زمینه وجود داره که تقیه ائمه شیعه بیشتر از این که از در واقع اهل سنت و جماعت بی‌محراسی داشته باشند، از خود شیعه بی‌محراسی داشتند. از کسانی که مثلا جزء غالیان بودند، جزء خطابیه بودند، فرقه های دیگر شیعه که اینو تبلیغ می‌کردند، امکان داره که امام اومده باشه و به خاطر این که از شر این شیعیان غلات راهی پیدا بکنه این تغییر رو کرده باشه، وگرنه هیچ گونه دلیلی وجود نداره. زمانی که خود امام نفرموده که من تغییر کردم، ما از کجا بدونیم در قلب امام چی بوده، تغییر کرده یا تغییر نکرده؟ اگر تقیه کرده، تقیه از اهل سنت کرده یا تقیه از شیعیان غالی که در اون زمان وجود داشتن. خب به خاطر زیق وقت اجازه بدید من این روایات را یک مروری بکنم، چون که وقتمون دوان رو به پایان هست. در کتاب فروع کافی که جزء کتب اربعهشون هست و اولین و موثق ترین کتابشون هست، دوستان اینو نمایش بدن، و فروع کافی هست موثق ترین کتابشون بعد از که اصول کافی و بعدش فروع کافی که خودش یکی از محمد ابن یعقوب کلینی نویسندهش هست، در اینجا یک بابی رو دارد به نام باب و شک فی الوضوء و من نسیه او قدم او اخر. کسی در وضوء شک داشت، باب و شک فی الوضوء، شک کردن در وضوء، که شک کرده که یا چه کاری رو انجام داده یا انجام نداده، و من نسیه او قدم او اخر، یک عضوی رو جلوتر یا مقدم کرده یا مؤخر کرده. در اینجا روایتی وجود داره، روایت 162 هست که در این باب در واقع ذکرش کرده، که روایت به اصطلاح شماره مسلسلش هست. درست. این روایت از ابی عبدالله هست، نهایتاً از ابو بصیر، از ابو عبدالله با سندی که در اینجا آورده و ذکرش کرده. سوال اینجا هست، میگه قال اذا نسیت فغزلت زراعک. امام ابو عبدالله به ابو بصیر میگه اگر فراموش کردی دستت را شستی، فغزلت زراعک قبل وجهک، قبل از اینکه صورت رو بشویی. من عرض کردم در قرآن اومده بود که اول صورت رو بشویی، و اهل سنت و شیعه همه بر این اتفاق هستند که ترتیب لازمی هست در وضو. اما میگد اما شما قبل از این که صورت را بشویید دست را شستید، فعید غسل وجهک، دوباره برگرد از اول شروع کن، اول صورتت را بشو، تو مغسل ذراعک، بعد از آن ذراعینت را، دو دستت را بعد صورت بشو. فاین بدعت بذراعک الایسر قبل الایسر فعید غسل الایمن ثم مغسل الیسار. اگر دست ها را اول دست چپ را شروع کردی شستی، دوباره برگرد اول دست راست را بشو، دوباره و دست چپت را باز بار دوم بشو. و این نسیت مسح رأسک، اگر مسح سر را فراموش کردی، حتی تغسل رجلیک، تا این که رفتی پاها را شستید، مسح سر فراموش شد، رفتی پاها را شستید، حتی تغسل رجلیک، فمسح رأسک، برگرد دوباره سرت را مسح بکن، ثم مغسل رجلیک، بعد از آن دوباره پاهای خودت را بشور. پس بنابراین از این روایت که آقای مجلسی هم گفته موثق هست، یعنی واضح هست در این که ائمه خودشون دستور میدادند، اونم به کی؟ به ابو بصیر، در مقابل ابو بصیر که مجالی برای تخییر نبوده، و گفته که اگر سرت را قبل از این که مسح بکنی پاها را شستی، برگرد سرت را مسح بکن، بار دوم دوباره پاها را بشور. این یک روایتی که در اینجا اومده، کتاب کافی هست، باب و شک فعل وضو، و همچنین این مطلب در کتاب دیگر هم اومده. در کتاب دیگرشون که یک از کتب اربعهشون هست، کتاب تهذیب الاحکام هست، دوستان اینو نمایش بدن، کتاب تهذیب الاحکام شیخ طوسی جلد یک تا جلد پنجمی هست که در اینجا آورده. در اینجا هم روایاتی وجود داره که دلالت بر این میکند که ائمه دستور میدادند که پاها رو باید شیعه ها بشویند. در اینجا مطلبی هست و در این بابی که در اینجا آورده باب طولانی هست، و این روایت این جلد اول کتاب تهذیب الاحکام هست، از این چاپی که من دارم جلد اول این کتاب هست و صفحه 54، و روایت کلی و مسلسلی که در این کتاب ذکر شده 248 هست. این روایت از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه روایت شده، روایت از امیر المومنین علی رضی الله تعالی عنه هست.
علی میگوید که جلست و اتوضع، من نشستم برای وضو گرفتم، در محضر رسول الله وضو میگرفتم، فاقبل رسول الله، نشسته بودم وضو میگرفتم که رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن. حين ابتدأت في الوضوء، همین که من شروع کردم برای وضو گرفتم، از اون طرف رسول الله صلی الله علیه و سلم تشریف آوردن. فقال لي، به من گفت که این گونه وضو بگیر، تمزمز و استنشق، آب در دهان بکن، آب در بینیت بکن، و استن ثم غسلت وجهي، بعد از آن من وجه خودم را شستم ثلاثاً سه مرتبه. فقال قد یجزیك من ذلك المرتان، لازم نبود که سه مرتبه صورتت رو بشویی، دو مرتبه میشستی کفایت میکرد، یعنی بالا سرش ایستاده بود و اشکالات رو میگیره. قال فغسلت ذراعی، من دو دسته هایم را شستم، و مسحت برأسی، سرم رو مس کردم، مرتین، دو مرتبه سر رو مس کردم. یعنی وقتی که رسول الله گفت که صورت رو دو مرتبه میشستی کفایت میکرد، اینجا سیدنا علی سر رو هم دو مرتبه مس کرد به استدلال از اون فرموده رسول الله. فقال قد یجزیك من ذلك مره، کفایت میکرد، یک بار مس میکردی بس بود. و غسلت قدمی، من قدمه پاهایم را شستم، اشاره میکنه در حضور رسول الله وضو گرفتم و شستم پاهایم را. فقال لی علی، به رسول الله صلی الله علیه و سلم به من فرمود، یا علی خلل ما بین الاصابع لا تخلل بالنار، در میان انگشتانت را خلال بکن، لا تخلل بالنار، تا این که آتش جهنم وسطشون نرم. یعنی با انگشتی که خیس هست در هنگام شستن پا کفایت نمی کنه فقط روی پا آب بریزی، بلکه در میان انگشتان رو هم خلال بکن، یعنی انگشت دیگری رو خشک آب برسه. بله حتما آب برسه و با انگشتی که خیس هست خلال بکن، یعنی انگشت خیس رو در لای انگشتان پا در واقع از وسط انگشتان پا گذر بده، درست مرور کن و عبور بده. خب این روایتی هست از خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه که در محضر رسول الله صلی الله علیه و آله وضو میگرفتم که صراحتا اومده که من پاها رو شستم، اضافه بر این رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند که پاهات رو هم خلال بکن، در میان انگشتان مواظب باش که میان انگشتان خشک نمونه. جالب اینجا است و خود آقای توسی در اینجا میگه فهذا الخبر موافق للعامه، این خبر موافق با عامه است، این عقیده اهل سنت است که پاها رو بشونیم، چون که عقیده اهل سنت هست. قد ورد مورد تقیه، این به خاطر تقیه وارد شده، این روایت روایتی هست که هدفش تقیه بوده، درست حقیقی نیست. به چه خاطر؟ لان المعلوم من مذهب الائمه مسح الرجلین في الوضوء دون غسلهما، زیرا که مذهب ائمه مس کردن پاها هست نه شستنشون. خب این امامی هست که این کارو داره میکنه، شما از کجا میگید مذهب ائمه این هست؟ خود ائمه امامتون سیدنا علی رضی الله تعالی در حضور رسول الله صلی الله علیه و سلم وضو میگرفته و این مطلب رو بیان میکرده که من پاهام رو شستم، رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انگشتان رو هم خلال بکن تا اینکه وسطش خشک نماند. من این جالب نقطه جالبی که در اینجا هست اینه که گفته تقیه میکرده، این حدیث تقیه هست. خب این کی تقیه کرده در اینجا؟ علی از پیامبر، علی تقیه میکرده یا رسول الله تقیه میکرده؟ احتمالاً علی از پیامبر ترسیده، رسول الله صلی الله علیه و سلم بالای سر علی هست و علی داره وضو میگیره، درست؟ علی از رسول الله تقیه نمیکنه، رسول الله هم از علی تقیه نمیکنه، این که واضح و آشکار، درست هست. پس بنابراین امکان ندارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم از علی تقیه کرده باشه، یا علی تقیتاً به جای مس کردن برپا پا را شسته باشه، و اضافه بر این رسول الله صلی الله علیه وسلم هم بیاد و بگه که نه تنها شستن پا کفایت نمی کند، مواظب باش که لای انگشتات هم خشک نماند. و مورد دوم این که علی وقت بیان این خبر تقیه می کرده، درست؟ چگونه امکان داره که علی بعد یک زمانی بیاد و بگه من چنین و چنان کردم، در صورتی که چنین و چنان نکرده باشه؟ یعنی دروغ گفته، در واقع همون دروغ میشه. اگر علی در بیان این مطلب تقیه میکرده برای شیعان خودش، معنیش این است که در واقع دروغی رو گفته و چنین عملی رو در زمان رسول الله انجام نداده بوده و عملا ادعا میکند که من چنین کاری رو انجام دادم، رسول الله گفت میان انگشتانت رو مس بکش. و این مطالب در کتابهای دیگر شیعه هم اومده و کاملا وجود داره در میان کتاب‌های شیعه، و به طور مثال یک روایت دیگر که همین معنی رو دارد، کتاب بحار الانوار هست، دوستان نمایش بدن اینو، کتاب بحار الانوار بارها اینو نمایش دادیم و در جلد 77 این باب یک روایتی رو دارد، جلد 77 این باب، جلد 77 صفحه 296 از کتاب البصائر اینو نقل کرده، و این روایت از ابو عبدالله هست، از عثمان ابن زیاد، انه دخل على ابي عبد الله فقال له رجل اني سالت اباك عن الوضوء، من از پدرت پرسیدم درباره وضو گرفتن،
من از پدرت سوال کردم درباره وضو کردن، یعنی از امام باقر در واقع سوال کردیم. فقال مرتن مره، ایشون گفتند هر عضوی را یک بار بشویید کفایت میکنند. فما تقولو، شما چی میگید؟ ببینید سوال در اینه که هر عضوی را چند مرتبه بشویید. فقال انك لن تسالني عن هذه المساله الا وانت ترى اني خائف ابي اني اخالف ابي. و این میگه این سوالی که تو از من میخوای اینجا سوال بکنی، من میدونم منظور چیه. منظورت اینه که میدانی من خلاف پدرم فتوا میدم. این سوال تو رو من میدونم انگیزه چی هست. فقال انک لن تسالنی عن هذه المساله الا وانت ترى انی اخالف ابی. میدونی که من مخالف با پدرم هستم، یعنی امام جعفر مخالف با امام باقر است. به این خاطر میخوای از من سوال بکنیم. توزع ثلاثا، سه مرتبه وضو بگیر. یک مرتبه اون گونه که پدرم گفته نه. و خلل اصابعک، اون روایت از رسول الله بود، علی نقلش کرده بود، و این روایت از امام ابو عبدالله، امام جعفر صادق، صاحب مذهب هست که میگن مذهب جعفری. و خلل اصابعک، و در میان انگشتان رو چیکار بکن؟ خلال بکن. پس بنابراین در خود روایات چی در چندین مورد وجود داره که این دو مورد رو من در اینجا بهشون اشاره کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم به علی رضی الله تعالی گفته بود که پاهایت رو خلال بکن، و همچنین امام جعفر صادق به یکی از شیعیان خودش میگه که هر عضوی رو 3 مرتبه بشور و در میان انگشتانت هم اینو در واقع خلال بکن. یه مطلب دیگری که در اینجا واقعا جالب هست و که این بهش اشاره بکنیم این است که در همین بابی که در همین مطلبی که من در اینجا آوردم در کتاب تهذیب الاحکام یک روایتی وجود داره که مس باید ظاهر و باطن قدم مس بشه. شیعه دارن اشتباه میکنند، یعنی هم باید روی پشت پا رو مس بکنن و هم زیر پا رو باید مس میکردن. در همین کتاب تهذیب الاحکام روایت 245 هست، دوستان نمایش بدن. و این از سماعی ابن مهران هست از ابی عبدالله قال اذا توزعت فمسح قدمیک، هر دو تا پایت رو مس بکن، ظاهرهما و باطنهما، هم رویشون رو مس بکن هم زیر پا رو مس بکن. اما عملا امروز شیعه ما میبینیم که بر این حدیث امام جعفر عمل نمیکنن. ثم قال هكذا فوضع يده على الكعبه وضرب الاخرى على باطن قدميه ثم مسحهما الى الاصابع، یکی دستی رو از زیر پا گرفت و دست دیگر از بالای پا تا آخرین پایش رو مس کرد. جالب اینجا هست که آقای توسی میگه فهذا الخبر محمول على التقيه، این خبر هم تقیه هست، این روایت هم روایت تقیه است. به چه دلیل؟ لانه موافق لمذهب بعض الامه، این مخالف با بعضی از امه هست، موافق با بعضی از امه. ببین در اینجا هیچ مذهبی از مذاهب اهل سنت چنین حرفی رو نزدن. هیچ کسی از اهل سنت نمیگه که پا رو مس بکنید، اونم ظاهر پا و باطن پا رو. و دوم اینجا گفته بعضی از امه میگن. خب بعضی از امه، از امه که ترس نداره، بعضی از امه مذهب امام ابو حنیفه، امام مالک، شافعی، احمد ابن حنبل و محدثین اهل سنت و الجماعت هیچ کدوم چنین نظری رو ندارن. بالفرض این که داشته باشن، اولا که نیست، دومنم اگر باشه یک فردی باشه که از یک فرد جایی برای تقیه وجود نداره. و شیعه عملا باید هم ظاهر پا رو عمل مس میکردن و هم باطن پا رو بر اساس این روایتی که در اینجا آمده. درست. به طور مثال در همین کتاب روایت دیگری هست از خود امام ابو عبدالله که بازم در اینجا نقل کرده، و اون مطلب این است که اگر کسی یک فردی رو سوال کردن از امام ابو عبدالله، خود این روایت رو من نمایش بدم، روایت 187 هست در همین کتاب. سوال این است که عمار ابن موسی از ابی عبدالله سوال میکند که فر رجل یتوضع الوضوء، وضوء رو کامل میگیرد، کاملا وضوء میگیرد، کله الا رجله، همه اعضاش رو کامل هست اما پاهاش رو هنوز نشسته یا اصلا مس نکرده به قول خودشون. ثم یخوض الماء، بعد از این میرود وارد آب میشود، میرود وارد آب میشود. ثم یخوض الماء بهما، میرود وارد آب میشود، خوضا یعنی کاملا فرو میرود در آب. قال اجزاءه ذلك، کفایت میکنه، همین که پاهایش به آب برسه این در واقع کفایت میکنه. میگه فهذا الخبر محمول على حال التقيه، اینجا میگه این خبر محمول بر حال تقیه هست، خبر تقیه هست. و جالب اینجاست چرا تقیه هست. از نظر عقلی وقتی که ما نگاه بکنیم واقعا اگر کسی مس بکنه خب یک کمی شسته، کسی که میشوید این مس هم انجام شده، دقیقاً مس هم کاملا انجام شده. اما به خاطر تعصبی که شیعه دارن در این زمینه روایات متعددی رو ذکر کردن. به طور مثال در اصول کافی روایتی، در فروع کافی این روایت هست که یک فردی 60 سال 70 سال عمرش هست نماز میخونه، 60 سال 70 سال عمرش هست نماز میخونه، اما الله متعال هیچ چیزی رو از اون قبول نمیکنه،
هیچ چیز رو از اون قبول نمی کند. به چه خاطر؟ به خاطر این که به جای این که پا رو مس بکنه، پا رو در واقع می شورد. این روایت رو من از خود کتاب اصول کافی خدمت دوستان نمایش بدم. اگر روایت 147 این باب هست، 147 بله در اینجا میگوید، روایت 147 محمد ابن یحیی اینو روایت کرده که محمد ابن یحیی دو سوم این کتاب اصول کافی روایتش از همین محمد ابن یحیی است که در اینجا میگوید که انه یاتی علی الرجل 60 و 70 سنه، یک سال 60 70 سال عمر میکند، ما قبل الله منه صلاتا، قلت و کیف ذاك، این یعنی چی؟ قال لانه یغسل ما امر الله بمسح، این چیزی رو که الله متعال دستور داده که مسح بکنند، این در واقع میاد و اینو میشونه، به خاطر قبولش نمیکنه. بدین خاطر آقای طوسی هم در این کتاب خودش اومده و ادعا میکند این چیزی که امام گفته اگر وارد آب شد و پاش شسته شد این کفایت میکنه، اینم به خاطر تقی بوده. و جالب است که من در این کتاب وقتی نگاه میکنم، حتی در مواردی که خصوصی هست، در دستجویی هست، اگر امام یک کاری رو انجام داده، باز هم میگن این به خاطر تقیه بوده. جناب استاد من فکر میکنم شما این روایت رو بهش توجه بکنید. در این روایت هست، روایت 82 کتاب من تهذیب الاحکام هست. روایت اینه، چندین روایت اولا آورده که هر کسی که نام الله بر روی انگشتری هست، جایز نیست که این کتاب رو این در واقع وارد دستشویی بشه یا با اون استنجا بکنه، یعنی خودش رو تمیز بکنه در دستشویی وقتی که رفته. عملا آوردن یک روایتی رو از ابی عبدالله نقل کردن، قال کان نقش خاتم ابی، نقش خاتم پدرم یعنی امام باقر چی بوده؟ العزة لله، و کان فی یساره، این در دست چپش بود و استنجا میکرد. و کان نقش خاتم امیر المؤمنین، امیر المؤمنین نقش چی بود؟ الملک لله، این در نگینش این نوشته شده بود. و کان فی یده الیسرا یستنجی بها، ایشون هم در دست چپش بود استنجا میکرد. استنجا یعنی این که یک انسانی در دستی وقتی میرود با دستش خودش رو تمیز بکنه، این معنی استنجا هست. میگوید امام باقر و امام علی رضی الله تعالی عنه در دستوی میرفتن تقیه میکردن. در اینجا میگه فهذا الخبر محمول علی التقیه، این خبر محمول بر تقیه هست. امام در تنهایی خودش در دستوی امام باقر و سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، هاشا و کلا، این دروغ 100 درصد. اما ادعا میکنند اولا یک اهانت هست به سیدنا علی و امام باقر که در انگشترشون نام الله بوده، با این میرفتن خودشون رو تمیز میکردن، این یک مطلب. دوم مضحکتر این حرف آقای طوسی هست، شیخ طوسی، که میگه که اینو به خاطر تقیه میکردن. در دستشویی هیچ کسی نیست، نه بنی امیه بودند و نه بنی عباس بودند، اونجا چه تقیه از کی میکردند؟ اما اینا عادت کردند هر حدیثی رو که بخوام رد بکنن به خاطر تعصبشون این مارک در واقع تقیه رو بر اون میزنند و میگویند که این به خاطر تقیه بوده. جناب استاد، قبل از این که به ادامه بحث بپردازیم، دوستان عزیز اگر در اتاق فرمان وقتی چندانی هم نمونده، فکر کنم 20 دقیقه بیشتر نمونده، شماره تماس رو زیرنویس کنن. بینندگانی که میخوان تماس بگیرن در رابطه با موضوع برنامه، باز هم تکرار میکنم، بیننده‌ای که در رابطه با موضوع برنامه نباشه، حتی سوال فقهی باشه، بدون چون چرا قطع میشه. هر بیننده باشه و هر سوالی بپرسه، سوالی در رابطه با موضوع برنامه باشه رو چشم و سوال هم ما پرسیدیم جواب بدن. خب جناب استاد، و البته توصیه کنم به بینندگان فراموش نشه که تماس که میگیرن صدا ما رو از تلویزیون نداشته باشن. اینو همیشه تکرار کردم، من دوستان دیگه در برنامه‌های دیگه، باز هم تکرار میکنم که صدای ما رو از تلفن یا گوشی یا تلفن همراه یا تلفن خونه، از هر جایی که تماس میگیرن با همون داشته باشن و از تلویزیون نداشته باشن، زیرا صدا با تاخیر ارسال میشه. من موارد متعددی رو یادداشت کردم و شما که بفهمید وقتی هم نیست، من چند مورد رو اشاره بکنم به اون. و در کتاب بهار الانوار جلد 77 صفحه 285 روایتی رو از عیاشی نقل کرده، تفسیر عیاشی که یکی از قدیمه ترین تفاسیرشون هست، روایت این است: ان علی ابن ابی حمزه قال سالت ابا ابراهیم، من از ابو ابراهیم سوال کردم، این امام موسی کاظم، در این باره که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه الى قوله الى الكعبین، در این مورد من سوال کردم که این تفسیر آیه چی هست. قال من الماء مرتن، این خودش یک اشکالی هست که در اینجا آقای مدرسی ماورده میگه که نه، این من الماء هم تقی بوده. میگه که فقال صدق الله قلت جعلت فدا کیف یتوضا، انسان چطور باید وضو بگیره؟ قال مرتین مرتین، ایشون گفتن دو مرتبه. جالب است که یک مرتبه میگه که امام صادق میگه که پدرم قائل بوده یک مرتبه یک مرتبه، اما من میگم سه مرتبه سه مرتبه، مخالف با پدرش کردن اینا اساس. باز موسی کاظم مخالف با پدر و با جدش است، دو مرتبه دو مرتبه. بله، این در اینجا میگه که شما مرتین مرتین بشوید،
باقر میگفت یک مرتبه، در روایت قبلی که نشون دادن امام جعفر میگفت که 3 مرتبه بشورید و پاها رو هم بشورید، و امام موسی کاظم میگه که نه 2 مرتبه، 2 مرتبه شما بشورید. قلت تو یمسه و مس بکنه، قال مرتن مره، یک مرتبه مس بکنه اما 3 مرتبه، 2 مرتبه بشورید. قلت تو من الماء همراه با آب مس بکنه، این یک مطلبی است که در اینجا همراه با مس کردن با آب، یعنی این که آب را برداره بشویه. حتی در روایت هم این مطلب درست در واقع وجود داره که مس با آب هست. امام گفته که با آب سرت رو و پاهایت رو مس بکن، سرت رو و پاهایت رو و دستهایت رو با آب مس بکن. منظور همون شستن هست که در اینجا این مدلیسی اومده اینو روش یک تعلیق داده. قال نعم قلت جعلت فداك افل قدمين، فقط من این مورد رو میخوام ازش استفاده بکنم، بقیه حدیث مد نظرم نیست. فل قدمین، خب پاها رو چیکار بکنه؟ گفتی که هر عضوی را 2 مرتبه بشورد، سر را، چهره را، دسته ها را و سر را 1 مرتبه مس بکند. پاها رو چیکار بکند؟ قال اغسل هما غسلا، اونها را کاملا بشور. اغسل هما غسلا، اونها را کاملا در واقع پاهایت را بشور. در کتاب بهار الانوار جلد 77 صفحه 285. و روایت دیگری در این زمینه هم وجود داره، به طور مثال یکی از نامه های سیدنا علی، بخش نامه هایی که ایشون داشتن برای محمد ابن ابی بکر که نوشتن در زمانی که خود ایشون هم خلیفه مسلمانان بودند و حاکم مسلمانان بودند و محمد ابن ابی بکر نائبشون و عامل و کارگزارشون بود در مصر. ایشون یک نامه ای رو نوشتن، یک نامه بسیار طولانی هست. در این نامه میاد و توصیه های زیادی رو داره، من جمله از این توصیه ها که دارد میگه ثم ممسح رجلک الیمنا، ثم مغسل رجلک الیمنا 3 مرات، پای راستت را 3 مرتبه بشور، ثم مغسل رجلک الیسرا 3 مرات. دوستان عزیز اگه همین کتابی که جناب استاد دارم ماخذ میدن نشون بدم ممنون میشه. بعد از اون میگه که پای چپت را 3 مرتبه کاملا بشور. این نامه ای هست که از جانب سیدنا علی رضی الله تعالی عنه خطاب به محمد ابن ابی بکر که عاملش بوده، استاندارش بوده در مصر وقتی که رفته بوده. در ادامه این روایت میگوید که فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا يتوضا، من دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم این گونه وضو می گرفتن. وضو رسول الله جالب است، در روایت قبلی که از من خوندم که حضرت علی رضی الله تعالی عنه گفت من در محضر رسول الله وضو گرفتم، به من اینجوری گفت، پاها را که شستم گفت که خلال هم بکن وسط انگشتا را. در این روایت بازم میگه که من دیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم دقیقاً خودشون این گونه وضو می گرفتن. و مطالب دیگری هست و در مورد مسح بر خف من روایتی رو از شیعه در اینجا چندین روایت رو من یادداشت کردم که متاسفانه وقت نرسید که در روایت چیه، با اینکه مس خف را در که مس نمی کنند بر جوراب یا بر موزه، روایات متعددی هست که مسح موزه خود ائمه انجام میدادند و به هیچ عنوان هم نمیشه اینو مس حمل بر تقیه کرد. مس کردن بر موزه یا بر کفش رو که سیدنا علی رضی الله تعالی عنه مس کردن در روایت چیه وجود داره، این به هیچ عنوان حمل بر تقیه نمیشه، زیرا که روایتی از امام ابو جعفر هست، روایتی از خود سیدنا علی رضی الله تعالی عنه هست که مس کردن موزه اصلا در این مورد تقیه وجود نداره، تقیه در این مورد اصلا جایز نیست. که متاسفانه وقت نیست که من این روایت رو خب جناب استاد وقتی هم نیست، اشاره میکنم 13 دقیقه است، من هم تماس بینندگان رو بگیرم. السلام علیکم، بفرمایید. سلام علیکم آقای تقری. این لطفا اول خودتون رو معرفی کنین، از کجا تماس بگیرین؟ سلام، آقا رؤوفم از ایران. این تقیه‌ای که در روایات گفتن ائمه، این منظور اینه که چون در زمان امام صادق و امام موسی کاظم زیاد شیعیان کشته می شدن، حضرت می فرموده که ما بین شما اختلاف می اندازیم تا بیا اسم نبی دماء تا خون شما ها. ببخشید گفتین اسم دون چی دوست عزیز؟ رؤوف، رؤوف از ایران. فکر نکنم اسمتون رؤوف باشه. و اگر شما بر امر واحدی اجتماع میکردید همگی تا میکشتن، همچنان که هارون بسیاری از خب یه لحظه دوست عزیز، یه لحظه دوست عزیز، شما گفتین در زمان امام باقر و امام جعفر همینجور گفتین تقیه میکردن؟ در زمان امام صادق و امام موسی خب فرمیم. یه لحظه احسن، یه لحظه دوست عزیز شما میگید در زمان صادق تقیه بود، پس تمام روایاتی که شیعه از امام جعفر صادق داره همش تقیه است، پس شما نه برای غسل پاها و شستن پاها دلیل دارید نه برای مسحتون.
پس بریم فکرم یک دین دیگه رو به قول آقای هاشم بهرانی بگیریم بهتر براتون. امامان بقیه امام دوست عزیز گوش کنین دوست عزیز دوست عزیز مرض داری که میخوایی برای ما مشکل داشت کنی اون دیگه یک مسئله خب باش وگر نه خب من دارم حرف میزنم بذارم من حرفم تمام بشه قرارت اهل بیت دوست عزیز فرق میکنه. دوست عزیز خب خیلی ممنون که تماس گرفتین. خیلی قشنگ فرمودین که در زمان امام صادق تقیه میشد. پس شیعه هر روایتی که به امام صادق نسبت میده تقیه است و دروغه. یا امام صادق دروغ گفته علیاذ بالله، یا کسانی مثل کلینی و مجلسی و بقیه که کتاب نوشتن و روایت رو به امام صادق چسبوندن. السلام علیکم، بفرمایید خودتون رو معرفی کنین، از کجا تماس میگیرین؟ الو سلام. السلام علیکم دوست عزیز، از کجا تماس میگیرین؟ خودتون معرفی کنین. محمد هستم از کرج. خواستم ببینم بعد از حمام کردن یا استخر رفتن. دوست عزیز عذر میخوام، مسئله فقهی و مسئله که مربوط به برنامه نمیشه مطرح نکنین. السلام علیکم، بفرمایین. الو سلام علیکم. و علیکم السلام، بفرمایید خودتون رو معرفی کنین، از کجا تماس میگیرین؟ سلطان احمد هم از افغانستان ولایت هرات. بفرمایید دوست عزیز آقا سلطان احمد. بله میگم درباره از این آخوندهای صفوی گفتم دار زیاد به داخل برنامه را ندیم. الو. بله بفرمایید دوست عزیز صحبت کنین در رابطه با موضوع برنامه. در رابطه موضوع برنامه که ما زیاد فقط می الان اومدم جلو تلویزیون شبکه شما رو نگاه میکردم، منتهی اینا رو زیاد به داخل از این برنامه نذاریم اینا صحبت بکنه، چون که اینا به دین و مقدسات اینا توهین میکنه، اینا اصلا اینا دینی نداره اینا. چشم دوست عزیز، خیلی ممنون از تماستون، خدا حافظتون و خدا نگهدارتون. زنده باشیم، تشکر، خدا نگهدارتون. السلام علیکم، بفرمایید دوست عزیز خودتون رو معرفی کنین، از کجا تماس میگیرین؟ السلام علیکم، بفرمایید. الو سلام. و علیکم السلام. خسته نباشید. سلام باشید، خودتون رو معرفی کنین دوست عزیز، از کجا تماس میگیرین؟ احمد هستم از بلوچستان. احمد از بلوچستان، بفرمایید. صدا من میاد؟ بفرمایید دوست عزیز صحبت کنین. شما، من یه سوال از شما داشتم، شما مذهبتون چیه جناب؟ عجیبه، واقعا عجیبه، مذهب ما قرآن و سنته. خب حالا شما سوالتون رو پرسیدین، ما جواب دادیم. دوست عزیز شما سوالتون رو پرسیدین، ما جواب دادیم. جواب من رو بده، شما مذهبتون به چیه؟ شافعی هستید؟ گوش کن دوست عزیز، دوست عزیز سوالت رو پرسیدیم، ما جواب دادیم. حالا سوال ما را اگر بینندگانی که تماس بگیرن اول جواب بدن، بعد دیگه با هم به حال هر بحثی دوست داشتن در رابطه با موضوع برنامه میریم جلو، اگر چه وقتی آن چندانی هم نیست، 8 دقیقه بیشتر نمونده. السلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم، بفرمایید. الو. بفرمایید خودتون رو معرفی کنین، از کجا تماس میگیرین؟ من از خوزستان. اسمتون؟ من سیاوش. سیاوش از خوزستان. خب دوست عزیز، چرا شیعیان امروزه بر اساس قرآن تحریف شده وضو میگیرن؟ همونجوری که شیعه خب مذهبی که راویانش کلینی و بقیه باشن و این گونه روایاتی که ایشون دست عزیز تحویل دادن، دیگه از این بهتر نمیشه. کتاب کلینی شما فکر کنین چی داره؟ همش مثل همین الفاظ داره. آقای مجلسی خودش از شب تا صبح پیش دربار آقای صفوی بوده، ظالمترین شخص تاریخ، و این گونه حرفایی رو از آقای صفوی و از اون صفوی دیگه و شاه عباس و شاه طهماسب شنیده، در کتابش درج کرده. السلام علیکم، بفرمایید. السلام علیکم، بفرمایید.
السلام علیکم، بفرمایید. الو، بفرمایید خودتون رو معرفی کنین، از کجا تماس میگیرین؟ محمد هستم، از ایران تماس میگیرم. محمد از ایران، خب بله. دوست عزیز، چرا شیعیان امروزه بر اساس قرآن تحریف شده وضو میگیرن؟ السلام علیکم، بفرمایید. دوست عزیز خودتون رو معرفی کنین. الو، سلام علیکم، خسته نباشین قربان. سلام علیکم، خودتون رو معرفی کنین، از کجا تماس میگیرین؟ تشکر میکنم از شما از اینکه گفتی کلینی تو دربار صفوی بوده. این کلینی نه آقا، مجلسی. دوست عزیز، مجلسی در دربار صفوی بوده. کلینی رو بگین. خب بذار من سوالمو بپرسم از شما. شما اونجا نشستی در مورد وضو صحبت میکنی. دوست عزیز یه لحظه، دوست عزیز، بله، اولا که مجلسی در دربار صفوی بوده نه کلینی. اگر گوشاتون مشکل داره به جای سمعک فکر کنم عینک استفاده کنید، مفیدتر باشه. آقا نرو، بذار سوال بپرسیم. و دوما، چرا شیعیان بر اساس قرآن تحریف شده بر اون وضو میگیرن و وضوشون رو از قرآن اصلاح شده میارن؟ چه کسی گفته قرآن تعریف شده؟ کی نگفته؟ شما بگین کی نگفته؟ آقای کلینی، آقای ابراهیم قمی، آقای نعمت الله جزائری. ببینین آقای عزیز، اونایی که قرآن رو تحریف شده میدونن، تحریف معنوی میدونن. دوست گوش کن، دوست عزیز یه لحظه. بله. الان بحث تعریف نیست که باهاتون بریم جلو. لطف کنین جواب ما رو پاسخ بدین، سوالی که پرسیدین پاسخ بدین، و اگر سوالی هم در رابطه با موضوع در برنامه دارین بفرمایید. اگر خواسته باشین به تعریف قرآن بپردازیم، 5 ساعت هم نمیتونین جواب بدین. بله، ببینین اون تعریفی که شما میگین تعریف معنویه، مثلا اون. دوست عزیز بحث تعریف رو بذار کنار. اگر خواسته باشم برات تعریف بیارم، بحث تعریف رو بیارم، تو که نه، آقای خامنه‌ای هم نمیتونه جواب بده. لطف کن بحث برنامه رو بگیر. دوست عزیز، خب کتاب کافی که 17000 آیه روایت رو آورده و در میان برنامه هم پخش شد و آقای مجلسی در مرآت العقول شرح کافی جلد 13 فکر کنم باید باشه، همه چیز در برنامه پخش شد، در میان برنامه پخش شد، که میگه این حدیث موثقه، اونجا معنوی و لفظی نداره. روایات زیادی داریم کلن کلمه رو آورده ها کذا تنزیل ها، همین امشب در رابطه با مس و غسل رجلین به شما نشون دادیم. بفرمایید. السلام علیکم دوست عزیز. سلام علیکم، خسته نباشید. سلامت باشین، بفرمایید خودتون رو معرفی کنین و از کجا تماس میگیرین. امید هستم از بلوچستان. کی از بلوچستان؟ امید هستم از بلوچستان. امید از بلوچستان، بفرمایید دوست عزیز. سلامت باشید. میخواستم بگم اگر اینا وضو رو تعریف نمیکردن ما تعجب میکردیم، به خاطری که اینا همه چیز رو تغییر دادن، در نماز، در وضو، در توحید، در همه چیز. چون درست. آقای خود اینا به تعریف خود قرآن مثلا میپردازن. حالا مثلا وضو، کاش که ما میگفتیم مشکل ما فقط یه وضو میشه، با اینا ما میتونستیم حلش کنیم، ولی موقعی که در توحید اینا ما مشکل دارن، در همه چیز، در تاریخ، در همه چیز با ما مشکل دارن، یعنی وضو کمترین چیزی که ما میتونیم اینا بگیم تعریف کردن. ممنون دوست عزیز. اینا تاریخ داره. من برادرم عزیزم زنگ زدم. خطش رو کنید. خیلی وقت نکنید. لحجه شما محول مشخص که نمیخوان پایین کنم. از برنامه خوبتونم تشکر میکنم. خدا حافظ شما. خدا نگهدارتون. خیلی ممنون امید جان، از بلوچستان تماس گرفتین و وقتی هم نیست که تماس بقیه رو بگیریم. به امید عزیز توصیه میکنم. امید جان، ما به این خاطر برنامه رو گذاشتیم و بحث امشب ما هم که متوجه شدید در چه باره است، که آقای هلی به دروغ و ادعاهای پوچ و بی اساسی که داره میگه اهل سنت تعصب بیجا دارن، اهل سنت بدعت گذار هستن و این کارا رو کردن، که بحث مس و غسل رجلین آورد که آخرا معلوم شد که خود آقای هلی هم بی سواده، هم اطلاعی از کتب خودش نداره. و اما جناب استاد، وقتی نمونده، 2 دقیقه مونده یا 3 دقیقه، لطف کنین اگر حرفی دیگه دارین بفرمایین، که تا میام پایین برنامه هم که در مورد این آقایی که خودشو رؤوف معرفی کرد و گفتم که در زمان امام جعفر و امام موسی کاظم شیعه کشی را انداخته بودند و به این خاطر در واقع تقیه می کردند. اولا این حرفشون نیاز به اثبات داره و
اهل سنت و جماعت رو ما میبینیم که امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه و دیگر ائمه اهل سنت و جماعت در زمان بنی عباس واقعا در تنگنا بودند، اما با وجود این هیچ گونه تغییر رو در دین خودشون نداشتند. و نقطه دیگری که ایشون گفتن، امام جعفر صادق و امام موسی کاظم در زمان ایشان در واقع این شیعه کشی رواج داشته، خود در زمان باخر چی بوده؟ در زمان سیدنا علی رضی الله تعالی چی بوده؟ من روایتی رو از خود تهذیب نشون دادم که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند و حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمودند، امام باخر فرمودند. اونها رو آقای توسی گفته بود اینا به خاطر در واقع تقیه هست، اونم تقیه که در دستشویی باشه که اصلا مجالی برای تقیه نیست، پس بنابراین این واقعیت نداره. و یک حربه‌ای هست که روایاتی رو که مطابق با قرآن و اهل سنت و سنت رسول الله هست اینها رو در واقع نفی بکنن. و این بیننده هم گفته بودند که منظور تحریف معنوی قرآن است، ایشون فرق در میان تحریف معنوی و تحریف لفظی رو تا حالا نمیدونن. تواتر رو ذکر کردند و من چندین مورد رو آوردن، تواتر لفظ تواتر دارند که قرآن لفظاً تغییر داده شده و آقای علی ابن ابراهیم در ابتدای کتابش این آورده و بسیاری دیگر از علما این مطلب را ذکر کردند. و من فقط در آخرین برنامه از نظر عقلی هم در مورد وضو یک مطلبی رو عرض بکنم که در مورد شستن پا، در واقع مسح کردن بر پا، در صورتی که ما می‌بینیم مسح کردن بر پا هیچ گونه تطهیر نیست در آیه قرآن، الله متعالی لیطهرکم میاره مسح کردن پا، پایی که عرق کرده و بدبو هست مسح کردنش که آب اضافی بر روش، این فقط مسحش بکنید، این نه تنها بور از بین نمیبره بلکه بور بیشتر میکنه. و بدین خاطر ما میبینیم که مساجد اهل سنت و جماعت خیلی در واقع در این زمینه بدبو هستند. و همچنین در مورد این که دست ها رو از بالا میشویند و این عملا قرآن گفته بود که از اینجا بشورید تا مرافق برسید. و امروزه و خوشبختانه میبینیم که در بیمارستانها کسی که جراحی انجام میدن این دستها رو از بالا میشورن به خاطر این که در واقع میکروبی که هست بر بالای دست نباشه. درست. این موارد دیگری هم در این زمینه هست که به خاطر زیخی وقت من متاسفانه خب ممنون جناب استاد بینندگان بیان بکنم. خب ممنون، خیلی ممنون بابت این همه پاسخی که در رابطه با خود کتابایش ارائه دادین. خیلی آن از بینندگان عظیم که وقت خودشون رو در اختیار ما قرار دادن و به صحبت‌هایی که باید به سمعشون میرسید و دیدن از کتابایش سپاسگزارم. از همه دوستان همه شما رو به خداوند بزرگ می سپارم تا برنامه بعد و موضوع دیگر. خدایا رو یاورتون.